همه وقایع نشان از فروپاشی این نظام پلید آخوندی خبر می دهد. حال بر ماست که جرقه‌های قیام را بزنیم و دودمان این رژیم پلید را به زبان زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. سیمای آزادی یک رسانه مستقل است، یک رسانه ای که از هیچ نظامی، از هیچ حکومتی، از هیچ ارگانی بودجه ای نمیگیره. پس 43 سال تموم که گروه های سیاسی مختلف رو این رژیم صفاک از بین بردن، ولی جای خوشبختیه که ما میبینیم مجاهدین با وجود اون این بیشماری از شهیدان باز هم منسجم هستن و به رهبری مریم رجوی باقی هستن. دیدن مادر داغدار خیلی دردناکه و من به این دلیل تا سرنگونی این جانیان دست از مبارزه بر نمی دارم. به پا خواستن برای انسانیت وظیفه منه، فقط یه وظیفه است. فقط از نظر مالی هم من ضعیفم، نمیتونم کمک کنم به سیما. ما فقط جونمونو داریم برای کانونهای شورشی و برای مردم ایران، فقط همینو داریم که بدیم. که با چه حکومتی ما داریم زندگی میکنیم، با چه آدمای سنگدلی داریم زندگی میکنیم که مردم براشون هیچ مهم نیستن. با اینا فقط دارن خون ما رو میمکن. ما اراده کردیم که همه با هم ایران رو آزاد و رها کنیم از چنگال این دشقی ما. هر روز در مرزهای مریوان، بانه، سرزشت، یعنی باور کن از فرسات بالای 200-300 نفر کشته شدند، قربانی یه لقمه نون شدند. و اینو میدونیم که هرگز با چنین وحشیایی نمیشه طور دیگه ای برخورد کرد، فقط و فقط سرنگونی.